مطمئنن اکثرتون به فکر این هستین که توی منزلتون بتونین با یک سرمایه کم یک کسب درآمد آسون داشته باشین. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من نگار هستم و توی این ویدیو قراره بهتون یه ایده پولساز معرفی کنم. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینی حتما تا یادت نرفته کانال ما رو سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش رو هم فعال کن. یکی از کارهای خیلی راحتی که میتونین انجام بدین و سود خوبی هم داشته باشید اینه که شما یه چیز رو به فروش بذارید. حالا اگه که اون کالا تولید و هنر دست خودتون باشه که چه بهتر. یکی از حرفه‌های هنری تولید عروسک با استفاده از خمیر چینی هست. توی این حرفه نیاز به سرمایه زیادی ندارید و با 1,000,000 تومان هم میتونید وسایل لازم برای شروع این کار رو تهیه کنین و کارتون رو شروع کنید. حالا وسایلی که برای این کار نیاز دارین چیا هستن؟ خمیر چینی، رنگ روغن برای رنگ کردن عروسکاتون، خطکش برای اندازه‌گیری، کاتر برای برش خمیر، قلمو، خلال دندان و اسپری ضد آب و وسایل‌های دیگه‌ای که در ادامه خواهید نیاز داشت. برای شروع این وسایل کافی هستن و با اینا کارتون راه میفته و نیاز نیست که از همون اول زیاد هزینه کنید. برای آموزش میتونین توی کلاس‌های حضوری و غیر حضوری این حرفه شرکت کنین و یا حتی میتونین که با دیدن ویدیوهای آموزشی گوگل و یوتیوب خیلی راحت آموزش ببینین و با تمرین و تکرار خودتون کارتون رو شروع کنین. شما میتونین با ترکیب ایده ها و با استفاده از خلاقیت شخصی خودتون عروسک‌های متنوعی رو بسازین و برند خودتون رو راه اندازی کنید. شاید فکر کنین که این کار یک چشم انداز دور و دست نیافتنی هست، ولی واقعیت کار این نیست و اتفاقا درآمدزایی در منزل با ساخت عروسک‌های خمیرچینی خیلی زود نتیجه میده و شما میتونید به یه درآمد خیلی خوب برسید. کافیه در ابتدای شروع کارتون در سایت‌های مختلف نمونه‌های عروسک‌های خارجی و ایرانی رو با دقت ببینین و از اونا در ساخت محصولاتتون ایده بگیرید. شما بعد از مدتی جستجو کردن و انجام آزمون و خطا میتونید ایده‌های خلاقانه خودتون رو پیاده کنید و عروسک‌های منحصر به فرد برند خودتون رو بسازید. بعد نیاز دارید که از طریق شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب مثل اینستاگرام محصولات خودتون رو به دیگران معرفی کنید و از این طریق مشتری جذب کنید. یا میتونید به مغازه‌های شهر خودتون سر بزنید و از اونا بخواید که محصولاتتون رو توی مغازه‌شون به فروش بذارن و برای هر فروش درصدی رو هم خودشون بردارن. شما میتونید با خمیرهای چینی اشکال عروسکی در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف درست کنید. مثل تزیین لیوان‌های ماگ با عروسک‌های خمیری، مجسمه‌های خمیری، وسایل تزیینی منزل، مگنت یخچال و غیره. همه اینا بستگی به سلیقه و خلاقیت خودتون در استفاده از خمیرهای چینی داره. یکی دیگه از خلاقیت‌های این کار تلفیق عروسک‌های خمیری و پارچه هست. شما میتونید قسمت سر و تن عروسک خودتون رو بسازید و با استفاده از محصولات موجود داخل خرازی ها برای عروسکتون چشم مو و غیره بذارید و عروسک خودتون رو تزیین کنین. الان با نحوه درآمدزایی از طریق ساخت عروسک های خمیری آشنا شدید. اگر که دوست دارید در کنار شغل خودتون یه حرفه دیگه هم انتخاب کنید و یا در منزل درآمدزایی کنید، میتونید صنعت خلاقانه عروسک سازی رو امتحان کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر که هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش رو هم حتما فعال کنید و لایک این ویدیو هم یادتون نره. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین.